سلام به کلاس درس خوش اومدید. خب امروز میخوایم با هم دیگه یک تمرین در مورد سهمی حل بکنیم. سوال رو اینجا براتون آوردم گفته که با استفاده از تعریف سهمی معادله یک سهمی رو پیدا بکنید که کانونش نقطه 6 و 4 و خط حادیش x مساوی 2 باشه خب میخوایم با هم دیگه این تمرین رو از دو راه حل بکنیم یکی همون چیزی که سوال ازمون خواسته یعنی از تعریف سهمی استفاده بکنیم و روش دوم میخوایم از طریق انتقال محورهای مختصات بیایم این سوال رو حل بکنیم خب بیاد با روش اول شروع بکنیم طبق معمول چیکار میکنیم بیاید اول یه شکل کوچیک برای خودمون بکشیم تا ببینیم که چیزی که سوال از ما خواسته از چه قراره خب من محور های x و y رو اینجا براتون میکشم این از محور x این هم از محور y ها و خب بیا چیزایی رو که سوال بهمون داده روی شکل برای خودمون مشخص بکنیم اولین چیزی که گفته چیه گفته که سهمیمون کانونش نقطه 6 و 4 هستش یعنی داریم f مساوی 6 و 4 یادتون هست که کانون رو با f نشون میدادیم خب نقطه 6 و 4 بیاد فرض کنیم که تق تقریبا اینجا x مساوی 6 هستش و اینجا تقریبا میفته کانون سهمی ما f مساوی 6 و 4 خب و علاوه بر اون گفته که خط هادیمون میخوایم خط x مساوی 2 باشه پس خط x مساوی 2 چه جور خطیه یک خط عمودی هستش و تقریبا همچین حالتی خواهد داشت خط هادی ما یه خورده من کچ کشیدم اما ایرادی نداره خب این هم از خط هادیمون با چی نشونش میدادیم با دلتا خب پس دلتا و اف رو ما روی شکلمون کشیدیم خب با توجه به این که ما اومدیم کانون و خط حادی سهمیمون رو مشخص کردیم میتونید به من بگید که سهمی تقریبا چه شکلی هستش به چه سمتی واز میشه و چه جهتی داره درسته یه سهمیه افقی داریم که به دست راست باز میشه رأس سهمیمون کجا هستش رأس سهمی دقیقا میفته نقطه وسط بین کانون و خط هادی پس اینجا رأس سهمیمون هستش و تقریبا از دو جهت به این شکل امتداد پیدا میکنه خب این از شکل مسئله پس مرحله اول همیشه یه شکل کوچیک سری برای خودمون میکشیم تا توی حل مسئله بهمون کمک بکنه خب حالا با استفاده از تعریف سهمی وقتی میخواستیم معادله رو به دست بیاریم گفتیم که چیکار میکردیم اومدیم یک نقطه دلخواه روی اون مقطع مخروطیمون یا روی اون مکان هندسیمون انتخاب میکردیم فرض میکردیم که مختصات x و y داره درسته؟ بعد می اومدیم چی کار می کردیم؟ تعریف رو برای اون نقطه می نوشتیم تعریف سهمی چی بود؟ مکان هندسی نقاطی که فاصله شون از یک نقطه که بهش کانون سهمی می گیم و از یک خط که به اون خط حادی سهمی می گیم مقدار ثابتی پس فاصله شون از کانون و از خط حادی مقدار ثابتی هستش خب این نقطه یک و از کانون فرض میکنیم که فاصله L1 داره از خط حادی هم فرض میکنیم که اگر اینجا قرار باشه خط هادی رو بهش عمود بشه فاصله ال 2 داره خب رابطه L1 و L2 رو بیاید با هم دیگه بنویسیم دیگه مطمئنم همتون انقدر این رابطه رو دیدین توی ویدوها که از حفظ هستیدش ال 1 مساویه چی میشه؟ رادیکال معلفه X نقطه دلخواه همون منهای معلفه X کانون سهمی یعنی X منهای 6 به طوان 2 به علاوه معلفه Y نقطه دلخواه همون منهای معلفه Y کانون سهمی وای منهای 4 به طوان این از ال1 ال2 مساوی چی میشه ال2 هم میشه چی ببینید دقت کنید این نقطه‌ای که داریم چون خط هادیمون یک خط عمودی هستش این فاصله فقط اختلاف مقدار x این نقطه با x خط هادیمون هستش خط هادیمون که x مساوی 2 هستش درسته و این نقطه هم که یه یعنی مقدار x دلخواهی داره پس l2 مساویه قدر مطلق x منهای 2 خواهد درسته البته احتیاجی نداره که ما اینجا قدر مطلق رو بذاریم درسته چون که ما میدونیم به خاطر شکلی که کشیدیم همیشه مقدار x نقاطی که روی سهمی هستن از دو بزرگتره و میتونیم مثلا این قدر مطلق رو هم نذاریم این مقدار چون همیشه مثبت هستش ولی به خاطر اینکه سازگار باشه با اون نمودگذاری قبلیمون من اینجا قدر مطلق رو هم گذاشتم خب حالا تعریف سهمی چی هستش تعریف سهمی میگه مکان هندسی نقاطی که برای اونها ال1 مساوی با ال2 هستش خب ال اگر مساوی با ال2 قرار بدیم نتیجه میگیریم که چی داریم داریم رادیکال x منهای 6 به توان 2 به علاوه y منهای 4 به توان 2 مساوی هستش با قدر مطلق x منهای خب چیکار میکردیم برای اینکه از شر رادیکال خلاص بشیم بله دو طرف رو به توان دو میرسوندیم اگر به توان دو برسونیم خواهیم داشت x منهای 6 به توان دو به علاوه وای منهای چهار به توان دو مساوی هستش با قدر مطلق یک چیز به توان دو که میشه خود اون چیز به توان دو پس مساوی با x منهای دو به توان دو خب گفتیم که برای اینکه بیشتر ساده بکنیم رابطه رو چیکار میکنیم میایم توان 2 های اون متغیری که تو دو طرف مشترک هست و بس میدیم که اینجا x هستش میایم این توان دو های x رو بس میدیم تا ببینیم چیزی ساده میشه یا نه اگر این رو بس بدیم به دست میاد x2 من های 12 x به علاوه 36 به علاوه Y منهای های 4 به توان دو رو میذاریم همون شکلی که هست بمونه Y من های 4 به توان دو مساوی هستش با x من های 2 به توان دو میشه چی میشه x2 من های 4 x به علاوه چهار درسته خب میبینیم که اینجا x2 با x2 ساده میشه و میتونیم این منفی 12x به علاوه 36 رو بیاریم به سمت راست تصاویمون تا بتونیم از یه چیزایی فاکتور بگیریم و ساده تر بکنیم رابطمون خب پس خواهیم داشت چی خواهیم داشت دست چپ تصاویمون میفته عذر میخوام میمونه y منهای چهار به توان دو و مساوی خواهد بود با منفی 12x و اگر بیاریم دست راست میشه مثبت 12x منهای 4x میشه 8x و مثبت 36 اگر بیاد دست راست میشه منفی 36 منفی 36 به علاوه 4 میشه منفی 36 دو آفرین خب حالا ما تقریبا دیگه کارمون اینجا تموم شده فقط میتونیم یه خورده برای که این رابطه ساده تر بشه توی دست راست تصاویمون از هشت هم فاکتور بگیریم در نتیجه معادله سهمی که ما میخوایم خواهد بود وای منهای چهار به توان دو مساوی استش با از هشت فاکتور میگیریم هشت در X منهای چهار درسته؟ خب پس این معادله سهمیمون بود که ما از طریق نوشتن تعریف سهمی به دستش بودیم اما همونطور که گفتم یک راه دیگه هم هست و اون راه استفاده از انتقال محورهای مختصات هستش انتقال محورهای مختصات چیه؟ انتقال محورهای مختصات دقیقا همون کاریه که اگه خاطرتون باشه برای به دست آوردن معادله بیزی و دایره هایی به مرکز دلخواه ازش استفاده کردیم اگه یادتون باشه توی ویدئوهای قبلی برای بیزی و دایره اول اومدیم معادله بیزی و دایره هایی که مرکزشون مبدع مختصات بود و به دست آوردیم و بعد صحبت کردیم که چجوری با یه انتقال میشه حالت کلی معادله ها برای بیزی و دایره هایی که مرکزشون یه نقطه دلخواه رو نوشت خب اینجا میتونیم دقیقا همین کار رو برای سهمی انجام بدیم اگر خاطرتون باشه ما قبلا اومدیم گفتیم توی جلسه پیش که آ... معادله سهمی به مرکز به رأس مبدع مختصات که افقی هستش و به دست راست باز میشه چیه؟ یعنی یک همچین سهمی رو که من اینجا با رنگ بنفش دارم براتون میکشم ما قبلا معادلش رو به دست آوردیم معادلش چی بود؟ من کوچیک اینجا براتون مینویسم معادلش بود وایدو مساویه چهار آ درسته که آ چی بود آ فاصله رأس سهمیمون از کانونش بود درسته آ فاصله رأس سهمی از کانونش بود حالا اگر دقت بکنید اینجا ما دقیقا سهمی رو داریم که مرکز رأس سهمیمون از مبدع مختصات اومده منتقل شده به این نقطه که اینجا هست درسته این نقطه که اینجا مختصاتش چی هستش که الان اینجا من براتون مشخص کردم مختصات این نقطه رو خیلی آسون میتونیم به دست بیاریم از اینجا میدونیم مختصات این نقطه رو که این نقطه که رأس سهمی ما هستش دقیقا وسط کانون و خط هادی قرار داره درسته اگر وسط کانون و خط هادی باشه چون اینجا یه خط افقی هستش که از کانون میکشیم و به خط هادی عمود میشه پس مقدار وای این نقطه معلفه وایش چی هستش؟ معلفه وایش همون چهار هستش درسته چون دقیقا بین کانون و خط هادیه و این دوتا رو یه خط کاملا افقی به هم مقدار x اش چی استش مقدار x میشه متوسط x کانون و خط هادی x کانونمون که هست 6 x خط هادیمون هست 2 پس 6 به علاوه 2 تقسیم بر 2 میشه 4 یعنی رأس سهمی جدید ما یا اون سهمی که میخوایم رابطش رو به دست بیاریم مختصاتش چهار و چهار هستش دوباره چرا چهار و چهار هستش؟ چون این نقطه رأس سهمیمون دقیقا نقطه وسط بین کانون سهمی و خط هادی هستش پس معلفه وایش بعد چهار باشه چون این خط افقیه که از کانون میکشیم و به خط هادی عمود میشه و معلفه ایکسش هم میشه دقیقا میانگین ایکس کانون و ایکس خط هادی پس میشه 6 به علاوه 2 تقسیم بر که میشه چهار خب حالا گفتیم که پس سهمی که رأسش مبدع مختصاته معادلش هست وایدو مساوی 4 آ ایکس. درسته برای این سهمی سبز رنگ ما مقدار آ چقدره آ گفتیم فاصله رأس سهمیمون تا کانونش هستش رأس سهمیمون که ما مختصاش گفتیم چهار و چهاره مختصات کانون سهمیمون 6 و چهاره پس این فاصله افقی اینجا میشه مقدار x کانون منهای مقدار x رأس که میشه 6 منهای چهار مساوی با دو درسته این فاصله دقیقا دو هستش عین همون فاصله از رأس سهمیمون تا خط هادی هم مجددا دو هستش پس ما داریم آ مساوی با دو برای این سهمی که میخوایم معادلش رو به دست بیاریم خب اگر آ مساوی دو باشه ما برای اینکه معادله سهمی دلخواهمون رو به دست بیاریم اگر بخوایم از مبدا مختصات به نقطه چهار و چهار منتقلش بکنیم به جای وای باید قرار بدیم چی؟ باید قرار بدیم وای منهای چهار درسته؟ چون اون نقطه ای که توی معادله استاندارد این جمله رو صفر میکنه جایی هستش که وای مساوی صفره و میخوایم دقیقا این نقطه چهار و چهار مثل نقطه صفر و صفر عمل بکنه برای معادله استاندارد بیزی پس باید وای رو با وای منهای چهار جایگزین بکنیم پس خواهیم داشت وای منهای چهار به توان دو مساوی هستش با چهار زب در آک مساوی دو هستش زب در به جای ایکس باید چی بذاریم دقیقا باز چون معلفه ایکس رأس جدید سهمیمون چهار هستش به ایکس رو هم با ایکس منهای چهار جایگزین میکنیم درسته؟ خب اگر اینجا این ضرب رو انجام بدیم میبینیم که معادله خواهد بود وای های چهار به توان دو مساوی هستش با دو ضرب در چهار که میشه 8، 8 در ایکس منهای چهار پس میبینید از طریق انتقال محور مختصات هم ما دقیقا همون جوابی که از طریق تعریف زحمی به دست آوردیم و تونستیم به دست بیاریم خب از این مثال ساده فکر میکنم بتونید حدس بزنید که در حالت کلی اگر یک سهمی افقی داشته باشیم که مختصات کانونش F باشه x و y 0 میخوام مختصات رأسش نه کانونش مختصات رأسش باشه x 0 و y 0 به جای مبدا مختصات رأسش توی x 0 و y باشه و فاصله رأس از کانون اون مقدار a باشه اون وقت معادله همچین سهمی چی خواهد بود خواهد بود y منهای y به توان دو مساوی هستش با 4a در x منهای x به این دقیقا همون چیزی هستش که ما بهش انتقال محورهای مختصات میگیم یعنی اگه یک شکل کوچیک اینجا براتون بکشم یک همچین سهمی که معادله استانداردش بود وای دو مساوی 4x رو ما گرفتیم و گفتیم که میایم رأسش رو به یک نقطه دلخواه x0 رو y0 منتقل میکنیم درسته و اون وقت یک همچین سهمی خواهیم داشت و معادله اون سهمی که رأسش توی x0 و y0 هستش و فاصلش از کانونش مقدار a هستش خواهد بود y منهای y0 به توان دو مساوی با 4a در x منهای x0 آم، که این معادله هم مجددن هم برای a بزرگتر از 0 و هم برای a کوچکتر از 0 ساده خواهد بود اگر آ بزرگتر از صفر باشه سهمی داریم به رأس دلخواه که به دست افقی هستش و به سمت راست باز میشه و اگر آ کوچیکتر از صفر باشه سهمی خواهیم داشت به رأس یک نقطه دلخواه که به سمت چپ باز میشه عین همین انتقال محورهای مختصات رو برای سهمی های عمودی هم میتونیم انجام بدیم من چون نمیخوام برم یه صفحه جدید خیلی کوچیک اینجا براتون معادله یک سهمی عمودی انتقال یافته رو سعی میکنم بنویسم تو این کادری که کشیدم سهمی عادی بود وقتی عمودی بود معادلش بود چی؟ معادلش بود x2 مساوی 4 آوای پس توی حالت انتقال یافته خواهیم داشت x منهای x0 به توان 2 مساوی با 4a در وای منهای وای سف مجددا ایک سف رو مختصات رأس سهمیمون هستش ایک سف و, و آ هست چی؟ فاصله رأس از کانون سهمی اگر آ بزرگتر از صفر باشه سهمی رو به بالا عمودی خواهد بود و اگر آ کوچکتر از صفر باشه سهمی رو به پایین خواهد بود اینم آ کوچکتر از صفر. خب ببخشید من یه خورده طولانی تر از اون چیزی که میخواستم شد این جلسه تا جلسه بعدی خدا نگهدار